أحبابي الكرام وتلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا مرحبا إلى درس اللغة العربية. أحبابي، درسنا أخيرا الدرس الأول، المنظومة خير الله. كتب هذه المنظومة الشاعر مليالي اسمه ينكي أحمد مولوي، اسمه ينكي أحمد مولوي. سمعنا وتذوقنا هذه المنظومة بلحن جميل، مع ذلك فهمنا ودرسنا معاني السطور من المنظومة خير الله. يقول الشاعر وطنه كيرلا وخصوصياتها. أحبابي، اليوم نحن ندرس درسا جديدا، اسم هذا الدرس عبقري من أبناء كيرلا، عبقري من أبناء كيرلا. ما معنى عبقري؟ عبقري جينيوس، great. عبقري من أبناء كيرلا، great personalities of Kerala, genius persons of Kerala. هل تعرفون من هو عبقري من أبناء كيرلا؟ نرى في تاريخ كيرلا عبقري كثيرة، مثل سي اتش محمد كويا عبقري من أبناء كيرلا، وهو زعيم سياسي وكاتب قدير. وكذلك الدكتور محي الدين علواي، وهو عبقري من أبناء كيرلا، وهو كاتب عربي. وعبد الغفور الكاسمي، وهو عبقري من أبناء كيرلا، وهو كاتب عربي. هل سمعتم هذا الاسم عبد الغفور القاسمي؟ هو صاحب كتاب المسلمون في كيرلا، هو كاتب حي. وكذلك العبقريون كثيرة في تاريخ كيرلا. أحبابي، اليوم نحن ندرس في هذا الدرس عبقري من أبناء كيرلا، خصوصا نحن نناقش في هذا الدرس الشيخ الدكتور محي الدين علواي. أحبابي، أسألكم سؤالا صغيرا قبل دخول الدرس. سؤالي، هل تعرفون رواية التشمين؟ Do you know the novel Chemin? من مؤلف هذه الرواية؟ Who is the writer of this novel Chemin? Yes, Tagari. هل ترجمت هذه الرواية إلى اللغة العربية؟ هل ترجمت هذه الرواية إلى اللغة العربية؟ Is this novel translated to Arabic? Yes. ترجمت هذه الرواية إلى اللغة العربية. من قام بترجمة إلى اللغة العربية؟ Who translated this novel? Yes. الشيخ الدكتور محي الدين علواي.
أحبابي، اليوم نحن ندرس الدكتور محي الدين الواي، وهو عبقري من أبناء كيرلا. أحبابي، ننظر إلى النص. هو الدكتور محي الدين الواي كاتب مشهور ومدرس عبقري من ولاية كيرلا. Dr. Muhyiddin Aluwai, the famous writer and good teacher in Kerala. ولد في أول يونيو سنة 1925 ميلادي في قرية وليتوناد قريبة من مدينة ألوا. Dr. Muhyiddin Aluwai, born on 1925 June 1st at Veliyattunad near Alua. وكان والده الشيخ مكار مولوي. His father is شيخ مكار مولوي. درس الشيخ محي الدين ألواي اللغة العربية والعلوم الدينية أولا على والده. He acquired Arabic language and religious knowledge from his father. ثم انتقل إلى مليبار ليلتحق بكلية دار العلوم العربية بواركار. After that, he joined دار العلوم Arabic College واركار in Malabar. ثم التحق بكلية الباقيات الصالحات العربية بفيلور وتخرج فيها بشهادة المولوي الفاضل. Then he joined in الباقيات الصالحات فيلور and he obtained the degree مولوي الفاضل. ثم حصل على شهادة أفضل العلماء عام 1949 ميلادي من جامعة مدراس. He secured أفضل العلماء certificate from Madras University in 1949. ورحل إلى مصر سنة 1950 ميلادي ليلتحق بجامع الأزهر الشريف للدراسة والبحث. For research and higher studies, he went to Al-Azhar University, Egypt in 1950. ونشرت مقالته في مجلات المجلس الهندي للعلاقات الثقافية والأكاديمي الأدبي الهندي. His articles were published in the magazine of ICCR, Indian Council for Cultural Relations, and Indian Sahitya Academy. وحصل على الدكتوراه من جامع الأزهر الشريف حول موضوع الدعوة الإسلامية وتطورها في شبه القارة الهندية سنة 1971 ميلادي. He secured doctorate from Al-Azhar University on Islamic propagation and its development in Indian subcontinent. ثم توجه ألواي إلى جزيرة العربية سنة 1977 ميلادي وتولى مناسب عالية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. In 1977, Dr. Muhyiddin Aluwai went to the Arabian Islands and rendered this service in Madina Munawwara Islamic University. ونشرت مقالاته في الجرائد اليومية
والمجلات الأدبية فيها مثل جريدة المدينة التي تصدر من جدة والمجلة الجامعية الإسلامية وغيرها. His articles were published in Al-Madina Daily, Al-Jamiat al-Islamiyah magazines, and some other literary magazines. وقد انتقل الدكتور آلواي إلى ذمة الله في 23 يوليو 1996 ميلادي تاركا خزانة من الكتب والمقالات العديدة والبحوث المتنوعة في اللغة الماليالمية والعربية والإنجليزية والأردية. Dr. Aluwai died on 23 July 1996 by leaving behind his famous literary works in different languages like Malayalam, Arabic, English and Urdu. كان محي الدين آلواي من العلماء الهنود الذين جعلوا اللغة العربية هدفهم المنشود في القرن العشرين. Dr. محي الدين آلواي was a legend who worked hard for the upliftment of the Arabic language during 20th century. وكانت شخصيته ممتعة بمواهب عديدة ومميزات مختلفة في الكتابة والخطابة والدعوة. He was a multi-talented personality with enormous skills and extraordinary talents. وكان له دور كبير في توثيق العلاقات بين الهند وبلاد العرب. He has played a very important role for maintaining a healthy relationship between India and other Arabian countries. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഖൈറുള്ള എന്ന പോയമാണ്. ആ പോയം എഴുതിയത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി കവി എൻ കെ അഹമ്മദ് മൗലവി. മലയാളി കവിയാണ് അദ്ദേഹം. കേരളത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അബ്കരിയുൻ മിൻ അബ്നാ ഇ കേരള, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ. കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ, അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുപോലെ ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായ്, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിത്വം, നല്ലൊരു അധ്യാപകനാണ്, നല്ല അറബിക്കിലെ എഴുത്തുകാരനാണ്. അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അൽ കാസിമി, അദ്ദേഹവും നല്ല ഒരു പ്രഗത്ഭനായ അറബിക്കിലെ എഴുത്തുകാരനെ, ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അറബിക്കിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അൽ കാസിമി. അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായിയെക്കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ, ചെമ്മീൻ എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ? അധികം ആളുകൾക്കും അറിയുന്നത് ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. ആ നോവൽ എഴുതിയത് ആരാ? തകഴിയാണ്. പക്ഷേ ആ നോവൽ, ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അറബിക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിർവഹിച്ചത് ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായിയാണ്. ചെമ്മീൻ എന്ന നോവൽ അറബിക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തത് ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം. 1925 വെളിയത്തുനാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം, ആലുവക്കടുത്തുള്ള വെളിയത്തുനാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായി ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മക്കാർ മൗലവി. ഉപ്പയിൽ നിന്ന് അറബിയും
ഇസ്ലാമിക് വിജ്ഞാനവും നേടി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ദാറുൽ ഉലൂം വാഴക്കാടിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മലബാറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. വാഴക്കാട് ദാറുൽ ഉലൂം അറബി കോളേജിൽ പഠനത്തിന് ശേഷം ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്ത് വെല്ലൂരിലേക്ക് അദ്ദേഹം നീങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് മൗലവി അൽ ഫാദിൽ ബിരുദം അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി. ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്ത് വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് മൗലവി അൽ ഫാദിൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. അതിനുശേഷം 1949 മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഫ്വലുൽ ഉലമ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി. 1950 ഈജിപ്തിലെ അൽ അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പഠന ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ചു. 1971 അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ വ തതവുറുഹ ഫി ഷിബ്ഹിൽ ഖാരത്തുൽ ഇന്ത്യ. ഇസ്ലാമിക് പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു. 1977 അറേബ്യൻ ദ്വീപുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചു. മദീന മുനവ്വറ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ അൽ മദീന ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രത്തിലും അൽ ജാമിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ തുടങ്ങിയ മാഗസിനുകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലയാളം, അറബി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള വിവിധ പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും വിവിധ ഗവേഷണങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായ് 1996 ജൂലൈ 23 ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള ദൃഢമായ ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായ്. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അബ്കരിയുൻ മീൻ അഭിനായി കേരള. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ മുഹിയുദ്ദീൻ ആലുവായ്. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ നന്നായി വായിക്കുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.